به نام یاد خدای بخشنده و مهربان عزیزان همیشه همراه سلام های گرم ما را پذیرا باشین تقدیم میکنم به نگاه های پر از مهر و محبت همه شما هموطنان عزیزم در هر جایی که هستین جور و سطمن باشین و بیننده برنامه روشنا از حضور همه شما عزیزان دعوت میکنیم به این که بیننده برنامه روشنا باشین تا آخرین لحظات و اگر سوال پیشنهاد و انتقاد هم دارین حتما با ما در ارتباط باشین و پذیرای هر گونه سوال پیشنهاد و انتقاد شما عزیزان هستیم اگر دقت کنین زندگی مثل یک کوه میمانم که هر چی که ما صحبت کنیم انعکاس او به خود ما برمیگرده اگر به خوبی صحبت کنیم انعکاس او به خوبی به سمت ما برمیگرده ولی اگر با بدی و شر صحبت کنیم مطمئنا انعکاس او دوباره به خود ما برمیگرده پس دقت کنیم به صحبت های ما به رفتارهای ما چرا که زندگی مثل کوه میمانه عزیزان همیشه همراه با شما هستیم و امروز هم با برنامه که تحت عنوان تکنیک های مدیریت زمان با شما عزیزان میخواییم که گفتگو و صحبت کنیم و از شما چند تا سوال ها هم داریم امیدوار هستیم که بتانین پاسخگو باشین و میخواییم که به صورت گفتگو محور با شما عزیزان و کارشناس محترم برنامه صحبت هایی داشته باشیم خب سوال اولیم این هست از شما عزیزان آیا میخواییم در زندگی موفق باشین؟ آیا میخواییم جز افراد باشین که مورد اعتماد باشین؟ چه در زندگی خانواده چه در اجتماع آیا میخواین که همه زمانهای زندگی دست خودتان باشه و با یک موفقیت خوب و با یک اراده قوی همه کارهای روزمره زندگیتان را پیش ببرین؟ خب حتما میگن بله ما بسیار دوست داریم انسان موفقی باشیم دوست داریم انسانی باشیم که تحت حمایت و اعتماد همگی قرار بگیریم و هیچگاه در زندگی به مشکلات و سختی ها گرفتار نشیم خب ای که خیلی عالی است پس اگر دوست دارین امروز بیننده برنامه باشین که کارشناس محترم برنامه خانم حسنزاده با شما عزیزان صحبت ها و گفتگوهای زیادی دارن و موضوع برنامه ما تکنیک های مدیریت زمان هست سلام خانم حسنزاده و خوش آمدین به برنامه روشنا بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض و احترام دارم خدمت شما مجری خوب برنامه و همه بینندگان عزیز برنامه امیدوارم در هر کجا برنامه رو میبینن جور و صحت زنده باشین و سلامت عزیزان بیننده ما به صورت گزارشی از چند تا از خواهرای خوب و خانم های محترمی که در جمع خانه و زندگی اجتماعی بودن و حضور داشتن چه در خانه چه در اجتماع گزارشی گرفتیم و میخوایم این صحبت ها و گزارش را انکاس بتونم و بگویم بر خانم حسنزاده و که در رابطه با چگونگی مدیریت زمان و سوالاتی داشتیم سوالاتی کردیم و میخوایم این صحبت ها و سوالات را هم شما بینندای عزیز بشنوین و هم کارشناس محترم برنامه و ببینیم که جواب و به کجا میرسیم صحبت ها خانم حسنزاده ببینید بعد صحبت های با بسیاری از خانم ها داشتیم در رابطه با مدیریت زمان مثلا از یکی از خواهرها پرسان کردم گفتم که خب خانم عزیز که مادر یک خانه و خانواده استی تو مدیریت زمان داری خب فکر میکنه و میگه که چرا قدر میخواین زندگی را سخت کنین مگه ما ربات هستیم مگه ما چی ما یک انسان هستیم میخوایم زندگی کنیم چرا قدر مثلا میایم زندگی که سخت است سخت تر میکنین برای ما مدیریت زمان دیگه کدام خود خداوند در قرآن گفته که به اندازه و توانایی مثلا کار کن مرچق تواناییم هست به اندازه وسع و توانایی خود کارهای روزمره من انجام می‌دم پیش میبرم به هرچی رسیدم رسیدم نرسیدم نرسیدم چرا زندگی را قدر شما سخت میکنین مثلا بیاین مدیریت زمان انجام بتین نمی فهمی گپا چی گپا چی است ببینین این تا یک جواب یکی از مثلا بیننده ما حالا مثلا در نظر بگیریم حالا با یکی از خواهر دیگه و خانم دیگه مثلا صحبت کردم گفتم که خب شما چطور مدیریت زمان از نگاه شما چیز مدیریت زمان دارن در زندگی جواب او هم جالب است میگه که خب من اطور نیست که مثلا بیشینم برنامه ریزی کنم بگم خب من از این ساعت تا این ساعت مثلا از این تایم تا این ای تایم تا سعی این کار رو ای کار رو که, که صبح بخیزم خودش همه اتومات مثلا بر, بر حال روزانه زندگی همیشه گیمه مثلا کارهای روزمره خودم انجام میتم و به همه امور میرسم حالا مثلا صبح میشه این کار میکنم این کار ای رو ای انجام میتم و میرسم به مرات زندگی باز خواهر دیگه و خانم دیگه و یا یک مثلا کسی دیگه شخص دیگه که من باشون صحبت داشتم جالب بود میگفتن که من وظیفه بیرون دارم و تا زمانی که خانم خانه بودم من چیز تحت عنوان مدیریت زمان انجام نمیدادم ولی حالا که در بیرون کار میکنم و صاحب یک وظیفه هستم کوشش میکنم که برنامه ریزی داشته باشم و یک مدیریت زمان داشته باشم و بهش کارم نمیرسه یعنی منظورم است که کسی که در داخل خانه است و به عنوان یک خانم خانه است او میگه من مدیریت زمان نیاز ندارم ولی او کسی که در بیرون وظیفه داره و یک کار داره او میگه که نه من باید حتما مدیریت زمان داشته باشم حالا اینجا چند تا سوال مطرح میشن نسبت به همه چگونگی مدیریت زمان یا چرایی مدیریت زمان خب حالا ما موضوع ما چگونگی مدیریت زمان هست درست؟ بله. خب سوالاتی که اینجا مطرح شده و جوابایی که حالا ما شنیدیم نظر شما چی از خانم حسن زاده؟ بله اتفاقا بررسی خوبی بود که از انجام دادین طبق به صحبت های ما هم واقعا مربوط میشه من در طی این جلسه انشالله به تمام این سوالات پاسخ خواهم داد ده. ولی مدیریت زمان در به صورت کلی برای هر فردی چه خاندار چه کسی که در وظیفه است چه کسی که در اداره کار میکنه و صاحب یک اداره هست و مدیریت اداره به عهده داره و چه کسی که به مکتب چه برای کودکی که از که به مکتب میره لازم هست بله. که یک برنامه ریزی داشته باشه چون انسان برای پیشرفت خودش و حتی رسیدن با آرامش میتونه برنامه ریزی داشته باشه بله. و این برنامه ریزی واقعا در او تاثیر فراوانی داره اولین تأثیری که داره که من آرامش دارم طبق یک روالی برنامه های خودم پیش, پیش میبرم بله خب اطور که مثلا من سوال کردم از اون خانم ها میگفتن که اتفاقا این گپه که شما میزنین که مدیریت زمان داشته باشی برای ایجاد میکنه بله طبق اون شکلی که مثلا ما میگه آرامش ایجاد میکنن اونا میگن نه بر ما استرس ایجاد میکنن چون ما رو وادار میکنن به بعضی کارا بر مدیریت زمان ما طبق یک برنامه کارهای خود رو ما انجام میدیم نه برای مدیریت زمان برای آرامش افراد هم تو که شما فرمودید برای که ذهنشان همش درگیر یک مسئله به مسئله دیگه نشه که بگه هم آخر لستی از کارها رو بردارن نگاه کنم. بهشون استرس بیشتر باشه نه منظور این است که انسان برنامه‌ریزی داشته باشه باشه طبق یک روالی که الان ما متخصصان خودشون دسته بندی کردن و ما الان در این برنامه توضیح میدیم کارهایشان رو پیش ببرن نه ای که من از ساعت مثلا 6 صبح از خواب بلند میشم 6 صبح این کار رو انجام بدم 6 مثلا 20 دقیقه مصوبانه بخورم 6 30 دقیقه آماده شم نه به این شک باشه اگر یک کارم انجام نده در بین تا, تا شب استرس به انسان وارد میشه نه منظور از برنامه ریزی به این شک نیست که من مدام یک دفتری یا یک برنامه در دستم باشه و من این لیست رو مدام چک کنم ام. نه به این شک نیست برنامه ریزی یعنی اولویت قرار دادن کارها کارهای مهم رو ما در اولویت قرار بدیم و کارهایی که مانع باعث میشه که مانع ایجاد بشه وقت وقت ما هدر بره اونها رو از زندگی خودمان حذف کنیم, حصف کنیم. من منظور از مدیریت زمان به این شکل است معمولا همه افراد حتی همون خانه خانه داری که داره کارهای خانه رو انجام بده به یک روزایی میشه واقعا مشغله کاری از اون زیاد است میخواد در این حال به همه کارهای خودش برسه ممکنه بیرون از خانه هم خریدی داشته باشه فعلا. و تا یک موقع هم به خانه برگرده ما این طبقه ای سوال میخوایم کنیم که برای هم خانم خاندان همون که برای دستر وظیفه هست مهم و هست و لازم اجرا هست که در زندگی خودش داشته باشه با توجه به اون مشغله هایی که در زندگی خودش داره متخصصان در این مورد آمدن کارها رو به طبق یک روال دستبندی کردن که خوب است ما هم همین دستبندی رو در زندگی خود ما خود در نظر بگیریم بله. این خودش یک موقعیت است که میتونه به انسان انگیزه بده که ما کارها رو انجام دادم اولویت بندی در مدیریت زمان رو ما میتونیم به چهار دسته تقسیم کنیم مم. یعنی کارهای مهم و اونایی که عاجل هست اونا رو در رس قرار بدیم کارهایی کارهای ما در زندگی داریم اصلا مهم نیست اگر اگه اونها رو انجام ندیم و به زندگی انسان لطبه اینه اونها رو میتونیم کنار بانیم بله. و اصلا به او توجهی نکنه و این خودش باعث میشه که انسان همون کارهایی که در اولویت هست اونها رو انجام دن قار... خانمه اصلا اگر مثال بگوین بسیار باش. خوبه حالا من همیال فکر کردم که اون کارا چی است اون کارهایی که هم امکان داره که گفتن که بیهوده باشن نه کارهایی که وقت گیر از زمانگیر است و ارزش چندان نداره وجود دارم که کارهای زندگی ما هست و باعث کدام هست الان ما از شاید کار... ما در مسیرش هستیم ولی دقت نمیکنیم الان ما از نکته اول تا تک اینا رو توضیح میدم کارهایی که مهم است و عاجل باید او رو انجام بدیم اگر انجام ندیم باعث میشه که زندگی انسان به جبران بله مشکلاتی برسه جبران بله. مثلا وظیفه که انسان داره بله. یا یک مادری هست که طفل خود اولاد خود به مدرسه روان کنه خب باید در همون تایم صبح او کار آماده کردن او رو مد نظر داشته باشه و روان کردن از به مدرسه خب این از کارهای فوری هست بله. که باید اونها رو و کارهای مهم است چون اگه کودک از خواب بیدار نکنه ممکنه از مدرسه بله خویش تبییس و اصلا بله. به مدرسه نرسه کارهایی هسته که غیر مهمه ولی فوری هست مثلا مگه اگه وقتی مهم نیست تلفن خودم جواب ندم خب. یا پیامک های تلفن خودم اصلا توجه چکنان. نکنم مم. فوری ممکن است باشه بلی. کسی با او خط باشه و نیاز داشته ولی آجل نیست اگه یک وقت انسان انجام نده مهم نیست میتونه از صدمه حالا مثلا زدم ما میان برنامه داریم تقدیم عزیزان میکنیم با وجوده که خب برحال به ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه ها رسیدیم کلیپ در رابطه با فاطمه زهرا سلام الله علیه و دکلمه تقدیم شما عزیزان میشه همراهی کنین برنامه روشنه را تو زهرایی تو زهرای محمد پروری زهرا تو زهرایی تو زهرای محمد پروری زهرا رسول الله را هم دختری هم مادری زهرا نبی را پاره تن روح ما بین دو بحلوعی. امیر المؤمنین را رکن و کف و همسری زهرا گواهی می دهم گواهی می دهم ای روح احمد هستی حیدر که تو هم مصطفا هم فاطمه هم حیدری زهرا تو در بیت ولایت شمع سوزان علی بودی تو جانان محمد بودی و جان علی بودی چگونه حرمتت پامال شد ای سوره کوسر چرا نقش زمین گشتی تو قرآن علی بودی علی حق داشت گر از هجر تو سر و قدش خم شد علی حق داشت گر از هجر تو سر و قدش خم شد تو سر و باغ و بستان و گلستان علی بودی نه در شام عروسی نه زی صبح روز میلادت تو پیش از خلقتت در عهد و پیمان علی بودی تو تا رفتی علی تنهای تنها شد تو تا رفتی علی تنهای تنها شد که تو تنها شریک درد و غمهای فراوان علی بودی تو با دست شکست دست حیدر بودی ای زهرا تو با اشک پیاپی چشم گریان علی بودی ندارد شیر حق بعد از تو همتایی و همشعنی ندارد شیر حق بعد از تو همتایی و همشعنی تو همتای علی بودی و همشعن علی بودی علی میدید مرآت الهی را بدی چگونه پیش چشم او جسارت شد و رخصارت چگونه پیش چشم او جسارت شد و سپاسگزار هستیم از حضور گرم همه شما خانواده های عزیز و هموطنان عزیزم امیدوار هستم که امروز هم تا آخرین لحظات ما را همراهی کنین نسبت به موضوع چگونگی مدیریت زمان صحبت و گفتگو میکنیم و این مدیریت زمان تواند در زندگی باعث موفقیت ها باعث آرامش و باعث میشه که ما بسیاری از امورات زندگی خود ما را به خوبی پیش ببریم و دوچار سردرگمی ها و بینظمی ها نشویم البته وقتی میگه مدیریت زمان به این منظور نیست که برای ما استرس ایجاد شود که بگوییم که ما حالا یک کار ما ماندن چی تو کنیم و چه قسم شده چرا شده و از اینکه او برنامه ما کاملا دقیق پیش نره باعث استرس ما نباید باشه ما یک برنامه میکنیم تا ای که بتانیم بسیاری از اوقاتی که به صورت بیهوده میگذرانیم اونها را کنترل کنیم و دست بگیریم و بتانیم همه اوقات و تایم های روز زندگی خود را به خوبی و به صورت کامل از اونها استفاده ببریم از فرصت استفاده کنیم خب خانم حسن زدم در ادامه صحبت داشتیم در رابطه با بیهوده مصرف کردن زمان و او کارهایی که زمانها و اوقاتی که به بیهوده هست در زندگی ما حالا گفتیم حتی مثالهایی هم نسبت به این موضوع بگوییم بله در دست گفتیم دو مورد رو گفتیم کارهای مهم و ضروری هستن که باید اونها رو را در رأس آه. کارهای خودمان قرار نیم رو اولویت قرار بدیم خور کارهایی گفتیم که مهم نیست ولی فوری است که اونها رو انجام بدیم اگه به یک وقتی اونها رو انجام ندادیم زیاد نگران نباشیم بس. چون میتونیم در یک موقعیت دیگه اونها رو انجام بده. ولی یک کارهای میشه مهم هستن ولی غیر فوری هستن آه. انسان میتونه روزهای دیگه یک کارها رو انجام بده. بله مثل آموزش خیاطی مثلا برای بانوان. آه. یا یک مهارتی رو یک کسی میخواد یاد بگیره درسته. است حتی سال به سال هم میشه ماه به ماه دیگه هم موکول کرد یعنی جوری نیه که بگیم من آجل همین الان باید فلان دوره رو شرکت کنم یا فلان مهارت رو یاد بگیرم ام. خب حال مثلا ممکن است یه خانم یک غذای رو میخواد یاد بگیره بل. خب او رو میتونه اگه کار اولویت کارهای دیگه داره او کارهایی که در اولویت است اونا رو انجام بده این غذا یاد گرفتن نوع غذا رو به هفته دیگه حتی به روزهای ام. آینده موکول کنی یعنی ضرورتی نداره ام. و کارهایی هم هست که همونطور که شما فرمودین کاملا بیهوده است و ما باید اونها را زندگیمون کاملا حذف کنیم مم. چون اگه اینا رو حذف نکنیم باعث میشه آسیب های به زندگی ما بزنیم حتی فرصت های خود ما رو در زندگی از دست بدهیم مم. مثلاً مثلا میتونیم دهیم یک مثال بیان کنیم این است که یکی آمده از اقوام ممکن است باشه از دوستان گفته در همراه بازار بره خودت خرید بریم خب همین خرید رفتن ممکنه هیچ ضرورتی نداشته باشه اگه من همراه از این بازار نرم و خرید نخ... سودایی که کلا... مثلا ضروری نیست انجام نده یا خودش تنها میتونه این کار رو انجام مم. بده خب هیچ ضرورتی نداره خب اینجی واقعا میتونه انسان این رو حذف کنه از برنامه زندگی خودش بلی. یا هیچ علاقه من رفتن ندارم ولی به خاطر اگه رو درواسی گیر کردم باعث شده حتی ممکن است من از پختن یک وعده غذایی که از کارهای مهم زندگی روزمره ماست است از او میمانم. میمانو. پس اینجا نتیجه میگیریم که امو قضیه نگفتن هست احسن قدرت نرو یعنی قدرت رو نگفتن داشته باشیم اصلا. یعنی برنامه زندگی ما مهمتر باشه برای ما تا یکی دیگران برای ما برنامه برنامه کنه درست بسیار درخواست های جواب دقیقاً بدیم. یک نوع برنامه ریزی دیگران هست ولی خب از یک طرفی هم خانم مثلا زده بسیاری از خانم ها نیاز دارن به اینکه به حال برن یک کمی در محیط اجتماع قرار بگیرن حالا به عنوان تفریح فقط من میگم به عنوان یک زنگ تفریح میتونم مثلا این کار انجام بدم بله زمانی مت... ما قبول داریم زمانی ام. که واقعا استراحت کردم و برنامهزی ممکنه یک فردی بگه من امروز هیچ برنامه ندارم ممکن از صبح بلند شم یک روز تعطیل از هر کاری می‌خوام انجام بدم در صورتی که اولویت های زندگی ما به هم نخوره اگه یک بچه به مکتب برفته بود ام. باعث نشه که او بیاید پشت در بمانه یا یک غذایی که واقعا باید آماده می بود آماده نکرده. اگر رو کارهای دیگر رو در اولویت های کارهای صبح خودمان قرار دادیم حال تفریح کردن و بازار رفتن هم انسان میتونه انجام بده. در صورت عشان... که صدمه به اولویت های زندگی ما وارد نزنن. نشه. مثلا مثلا من فکر می که مادرای خانواده های ما جز مادرایی هستند که نسبت به این موضوعات خیلی دقیق هستند. ای تو نیستن دیگه که مثلا به حد باشد که دیگه با اولادشان پشت دروازه بانه یا نمی دیگو دیگه کاسیشان بسوزه با نه قسم نیستن من یه احساس دارم که مدیریت زمان خیلی باید دقیق تر از این حرفا باشه خیلی دقیق تر از این صحبت ها باشه یعنی که ما برشان بگوییم که در حین زمانی که تحت عنوان یک مادر که کامل هست در محیط زندگی برنامه رزی یک مادر خیلی دقیق است که نسبت به تربیت اولاد نسبت به امورات زندگیش تحقیق داره زندگی میکنه و پیش میره شاید بسیار کم باشه مادر یا زنی که قدر دقیق نباشه نسبت به اولاد خود یا پیش بردن زندگی خود و فکر میکنم مدیریت زمان ما باید قسم دیگه برای اینا بیان کنیم که یه کم بالاتر از این موضوعات باشد درست از کارم مثلا نظر شما رو من موافق است آه. اول ما بحث این رو که یک باره نمیخوایم مدیریت زمان آنچنانی داشته باشیم آه. برای با مثال های کوتاه و کوچیک براشان شده از این از مسائل کوچیکتر زندگی چون ما همونطور که گفتیم بعضی از افراد هستن وقتی مد کلمه مدیریت زمین در زندگی از اونا وارد میشه دوچار استرس تفم. میشن احسن... مثلا همون که گفته بود داره آره استر... که... ما که ربات نیستیم که چرا احسن... مثلا شما میخواین مثلا ما زندگی خود مثلا یک ربات پیش بریم دیگه هرچی پیش آمد پیش آمد دیگه احسن... آه... نه به اون سب که ما قبول نداریم دقیقا. ولی ما میخوایم بگیم یک روالی باید داشته باشه زندگی بله، بله. جوری نباشه که هر هر کاری خاصی کنیم هر چی خواستیم انجام ده چون بسیار از اوقات در این زمان هدر میره ممکن است من ساعت ها در یک پای تلویزیون بشینم بله بله. و از غافل باشم از پارا بسیار غافل باشم, باشم. در همون بازه زمانی میتونم یک مهارت یاد بگیره که بتونه این مهارت در زندگی من فرزندان در زندگی من تاثیر مثبت داشته بله. باشه بله حالا شما این موضوع رو گفتین ما میاد از گپ افتادم بعضی سریالی که در شبکه های ما نشر میشه پخش میشه از سریال هندی ترکی که هیچ کدام آموزش ندارن اینا که بگویی که مثلا بیشینم و من ای کنم یک آموزش از بگیرم اتفاقا برعکس کاملا ضد آموزش هستن اینا یعنی نو آموزش های منفی دارن حرف برای گفتن ندارن دارن. صرف فقط برای سرگرمی مردم علاقه مند کردن که بیشینن و او را بیبینن و حتی متوجه از نیستن که او بسیاری از آثارشون شوم بسیاری از آموزش های غلط برای ما میتن به خصوص برای دخترای جوان ما که الگوار خراب میتن خب پس این قسمتی که شما گفتین دقیق هست نشستن و دیدن بسیاری از سریال هایی که در تلویزیون نشر میشه که هیچ آموزشی هم در در ندارم اصلا این دختران جوان رو گفتین چون سن جوانی سن خاصی از نوجوانی حتا میتونیم بگیم سنی است که واقعا انسان نشاط انگیزه و قدرت توانمندی بالاتری نسبت به سنهای دیگه داره مم. خب علاوه بر سریال هایی که ما بیان کردیم مم. از شبکه های اجتماعی نباید قافل بشیم چون همه شبکه های اجتماعی ممکن است ساعت ها وقت این نوجوان رو بگیره و مم. از کاری که میتونه به آینده از او محف... م... ب... مثلا تاثیر باشه بله. با آینده از او مربوط باشه مم. و حتی میتونه آینده از اون موفقیت های نسبت به او پیدا کنه از او بگیره ما داریم کسانی که برنامه ریزی داره موفقیت ها و شادی ها حتی بله. نه تنها موفقیت ها شادی های در زندگی خودشان مم. دارن چون درست. احساسه کسل بودن ندارن ام. احساس بیهودگی به اونها دست نمیده ولی بله. برعکس یه خانمی ام. که مدام پای تلویزیون باشه یا اصلا آخر به این نتیجه میرسه من به جامعه و حتی به خانواده خودم در حد یک پخت و پس دیگه نمیتونیم بگیم آه. از اینجا بالاتر بله. سودمند نیستم خب این خانم وقتی به این نتیجه برسه مطمئنا باعث میشه تبلیغات و آزارش رو میام که شما فرمودین بله. در زندگی از او منفی دیده, دیده بشه بله. مثلا گرایی او... و بسیاری از چیزهای دیگه ای که نباید در داخل زندگی ولی اگه نه مشغله کاری داشت مشغله مهارتی رو در پی از او یاد گرفت حتی در کارهای روزمره خود, خود به نحوه اصلا یک تزین خانه رو انجام بده بلی. به نحو اصلا به یک پخت پذیر را داشته باشه مهم. و بسیاری از کارهای دیگه مهم. تربیت فرزند خوبی داشته باشه خب این فرد واقعا در همون داخل خانواده با برنامه ریزی خودش با آموزش هایی که دیده میتونه یک فرد موفق باشه. باشه. باشه و حتی کسانی که فضای مجلسی زیاد مشغول میشن بعد وقتا من دیدم که این پرسان میکنن که چرا روزها مثلا 24 ساعت بهشون حتی ممکن است کم باشه آه. چرا ساعت بیشتری ما در اختیار ندارم به فلان کارم نمیرسم ولی اگه همون فرد رو با یک فردی که مشغله زیاد داره وظیفه داره مقا... مقایسه کنی به تمام بر... اون برنامه ریزی زندگی مرسم. خودش هم میرسه بله. علت این است که مدیریت زمان داره دقل. با وجودی که وظیفه داره مم. با وجودی کارهای منزه به از او هست ولی وقت‌های خود جوری تنظیم میکنه که به بیهوده اونها رو هدر نده بله پس این حرف بسیار دقیقی است که ما در مسیر زندگی ما در تایم های زندگی ما داریم اوقاتی که بیهوده هدر میتیم اصل... خود ما رو مصروف چیزهایی که ارزش نداره خود ما رو گرفتار آنها میکنیم و در آخر میبینیم که بسیار از کارهای اصلی ما باقی مانده و عقب مانده درست پس سپاسگزار هستیم از حضور گرم شما عزیزان بعد از یک وقفه همچنان همراه ما باشین بله عزیزان بیننده عمر و فرصت ها هست و ما باید از این عمر و فرصت هایی که در اختیار ما قرار داده خداوی بزرگ باید استفاده کنیم بهره ببریم و مراقب باشیم که این عمر ما و فرصت های ما بیهوده هدر نره میگفتند که وقت تلاس ولی ما میگیم که اطلاع هم ارزشمندتر هست چرا که وقتی عمر بگذره دیگه به دست ما نمیآید پس عمر بسیار ارزشمند هست و ارزش این فرصت ها را لحظه لحظه او را بدانیم و به بیهوده هدر و مراقب لحظه لحظه او باشیم حالا مثلا ما میگیم که مراقب لحظه لحظه او باشیم یعنی میگیم که حتی یک دقیقه برای خودش یک دقیقه است درسته؟ بله کسی که ارزش یک دقیقه را ندانه مطمئن هستیم که ارزش هزاران ساعت را نمیدانه آیا درست باز وقتا با کاملا این درست است چون که فرصت ها طلا هستن هم طلا ممکن است به قول شما دوباره به دست بیاد بل. ولی فرصت ها دیگه رفته باز نمیگرده با خصوصا در ایام جوانی و نوجوانی باز هم رو تاکید میکنم فرصت هایی که در این ای ایام از دست بره واقعا برگشتش برای انسان غیر ممکن است مم. ممکن است حال مادیات قابل برگشت باشه ولی در این قسمت فرصت ها قابل برگشت نیست ولی بر... وقتی انسان برنامه ریزی داشته باشه نظم در زندگی خودش داشته باشه همون فرصت ها رو هم مدیریت میکنه کارهای بیهوده رو از زندگی خودش حذف میکنه مم. پس وقت کشی زیاد در زندگی از او وجود نداره وقت کشی ما یک کاری خودمان رو مشغول میکنیم من رو با مثال بیان کنم مم. من خودمون به یک کاری مشغول میکنم و ساحت ها رو از او وقت میذارم ممکن است حال مثلا آشپزی باشه یا کار دیگه ای باشه خب من یک ساعت دو ساعت روی زی کار وقت گذاشتم خب وقتی که میخوام به یک کار دیگه برسم خب این دیگه میگم من امروز وقتی که به میانگین کارهای خودم انجام میدم فقط دو کار مفید انجام دادم ساعت های وسط از این رو من کاملا تلف کردم بله. یا به سرگرمی های متفاوت یا کارهای دیگه پس از اون طرف میگم من از بعضی وقتا انسان اشتباهاتی میکنه ام. میگم من از ساعت خواب خود خور استراحت خود خور میزنم بله. تا از وقتهای خود استفاده کنم ما میگیم این کاملا اشتباه هست درستم. به ایشه که من ساعت استراحت مثلا 8 تا 6 ساعت تا 8 ام. ساعت میانگین استراحت است من به اینها رو به دو سه ساعت برسم تا از اون وقتهای خودم استفاده, استفاده, کنم. نه زمانی که من 17 ساعت میانگین یا کماشتر بیشتر یا یکی دو ساعت کمتر بیشتر من در اختیار دارم اونها رو به درستی استفاده کنم مطمئنه با برنامه روز خودم کم بله، نمیارم بله. خب اگر کسی بگه نه من همیشه به این شکل استفاده میکنم باعث شده توان و انرژی که به انسان نیاز داره برای او استراحت از او دوباره بازیابی نشه و کارهای خودش رو به خوبی انجام نده درست. پس اینطور که نباشه که ما از خود وقت استراحت خودمان هست کنیم تا به کارهایمان برسیم نه همه ساعت مفید روزی که داریم همونا رو برنامه رزیه سهی دونا داشته باشیم بله. و یک بحث دیگه هم که مطرح بعضی افراد میگن برای که من مدیریت زمان داشته باشم باعث میشه که دوز کار رو همزمان یا چند کار رو همزمان انجام بدم این هم واقعا تحقیقات نشان داده خانوزونی کاملا اشتباه هست بله. البته بعضی از افراد توانایی از اون رو دارن اه. ما اونها رو کنار میذاریم درست به اونا کاری نداریم ولی بعضی کس میگه من سه چهار کار با هم انجام میدم منظور از کار یعنی کارهای داخل منزل یا که همزمان هم کارهای داخل منزل منزل هست هم کارای بیرون از منزل امکان داره مثلا یک وظیفه داشته باشه شغل داشته باشه درست منظور تو اصلا مثلا یک کسی میگه که من دهین مثلا آشپزی میکنم باعث میشه که تکالیف بچه خواهم به او بیان کنم خب, خب این کاری که همه مادرها میکنن معمولا خب معمولا از کیفیت کار کاسته میشه او بازدهی خوب رو نداره چون یا به بق... او کار او... چیز نمی انجام نمیده آشپزی از اون یعنی یا او رو خراب میکنه ا... یا او خراب مثلا. ممکن است نشه کیفیت, کیفیت از اون پایین بشه آه. رضایت از دو کار برای انسان حاصل نشه این رو تحقیقات اکثرا نشان دادن که بهتر است برای یک بود برای کار مثلا هر کاری حال مثلا آشپزی باشه همراه کمک گردن هم تکالیف بچه جا باشه جارو باشه شستن لباس هر کار از اونا رو وقت محدود این مدیریت زمان این رو میگن یک وقتی برای هر به همون زمان خودش تمرکز داشته باشیم کار, کار ما. با... تمرکز داشته باشیم و و زمان بازدهی از او تمام محدودیت زمانی از او تمام شد کار دیگر رو شروع کنه حالا این ممکنه بپرسن چی فایده ای داره ما هم همین الان مثلا چهار کار در مثلا زمان واحد انجام میده حالا یکی از ویژگی های ها اگر که ویژگی های خانم ها را اگر مطالعه داشته باشیم یکی از ویژگی های خانم ها همیستک که میتونن روی چند کار تسلط داشته باشن که آقایون این ویژگی رو ندارن درسته؟ این ویژگی روانشناسی که با شما آوردید بله بله, بله یک نکته روانشناسی که شما خانم ها میتونن در ادلهواز شنود و تمرکز روی چند کار خوب. تسلط داشته, داشته, داشته باشن. باشن ولی این رو بازدهی شد نتیجهشو ما نمیتونیم حتی تحقیقات هم نشان داده اون نتیجه کار رو ما نسبت به او دقیق بودن و کار خوب. رو نمیتونیم بازیابی کنیم خوب. ولی از لازم... بازخورد خوب ندارم ولی زمانی که فقط در این نکته داره هنگام شنیدن و صحبت کردن خانم باشه خوب. خوب. کار فیزیکی از اون نباشه ها یعنی مثلا ما دیدیم که خانم بوده که آشپزی کرده مکتب اولادای خود در پیش برده در این حال تیلفون هم جاب می داده و در این حال دیگه مثلا یک جای رو میرم مرتب میکنه پاک میکنه خب کار فیزیکی میشه دیگه تو بله, بله. کار فیزیکی که شما میگن که فقط شنیدن است بله خب نه این ای کار... خب ای کار فیزیکی میشه خب این کار فیزیکیش بازده همه کارها به اون شکل نیست ممکن است تکالیف رو در یک تمرکز داده شده یعنی سراش خب یعنی کیفیت, کیفیت کار تو نمی باشه و زمان اونها مثلا مستم. زمان هر کدام ممکن است ده دقیقه تایم بیشتر لازم نداشته باشه ولی باعث میشه زمانش به 15 20 دقیقه برسه آه. برای هر کدام بشه یا به ساعت ها بکشه مثلا ممکن است نصف درگیر در همینا باشه ولی اگه هر کدوم از اونها در بازده زمانی خودش انجام ده به مراتب بهتر البته ما او از اول هم گفتیم قامزوری ممکن است بستگی به توانمندی یک فرد توانمندی هم هست اولویت بندی هم هست آه. شاید مادر یه خانه بگوید که من میاله وقتی ایست که دیک پخته کنم همزمان مجبور هستم که تکالیف اولادارم چون زمان بز... چون زمان دیگه ندارم. نیست نه نی? اولویت بندیشم بندی بند. شاید هم طور باشه بله این مورد هست مثلا یا موقع غذا خوردن ما دیدیم بعضی از خانم ها در حین غذا خوردن فرزندان خودشون رو ساکت میکنن در حین از با مشغول هستن از آشپزخانه یه چیزی هم در بله. سر صفره بله. این مهارت ها در خانم ها وجود داره ولی ما به صورت کلی میگیم وظایف مثلا به صورت بله. کلی این است که هر کدوم کارهای خودشون را در حال واحد انجام بدن و عوارضی که این کار برای از اونها داره استرس وارد میکنه خانم زوری این باعث میشه که در طولانی مدت هر فردی این کارها رو همه همزمان انجام بده استرس از او زیاد باشه استراب از او زیاد باشه و حتی از لحاظ روانشناسی ثابت شده بلخل... بد خلقی حالا نباشه کج خلقی های زیادی این فرد مبتلا میشه بح. چون ذهن از او باعث میشه که متلاطم باشه همش درگیر این کار باشه درگیر او کار باشه در بحث روانشناسی هست که یک کاری رو که تمام کنی بعد از ده دقیقه کار دیگر رو باید انسان شروع کنه چون انسان تمر... او کار رو ببنده در ذهن خودش و قدرت بازیابی برای کار دیگر داشته باشه بله. که بدخلقی ها و کشخلقی ها و حتی آسیب های روانی به او وارد نشه مم. پس این رو باید توجه داشته باشه منی که برای خودم فشار میارم و جم. چند کار رو بر با هم انجام میدم و همزاد این کارها رو انجام میدم بدانید که آسیب های روحی روانی البته ممکنه در کودت مدت نباشه درد بلند مدت باشه ولی ما در همون رو مم. در کودت مدت هم ما میبینیم آخر خودش به تلاتا میفته میگه که من دیگه قدرت خسته ندارم شدام. خسته شدم بله. و قدرت مم. از رو ندارم ولی اگه همون کارها رو در همون بازه زمانی انجام بده و یه کار تمام کنه و کار دیگه خیلی بهتر مم. کارایی های بهتری برای از او داره بله دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم اگر که صحبت ها را یکم و بله. کنیم من میخواه میکنم یک اشتباه دیگه که ما در زندگی های خودمان داریم برای بله. مدیریت زمان کارها رو برای خودمان سخت میگیریم تو مدیریت زمان رو بله بله چنان سخت میگیریم من اگه فلان کار رو در فلان بازده زبانی انجام بدم از کار دیگه باز میمانم خب مطمئنا اگر طبق برنامه ریزی باشه نه تنها باز نمانی بلکه او کار دیگر رو به نحوه اصلا انسان میتونه انجام ده در بازده بله. زمانی خودش ای تو فکر نکنین که من طبق برنامه پیش بروم به طبق چیز بسیار از کارها میمانه خب اگر بمانه اگر کارهای طبق مهم فوری بودن و غیر مهم بودن ما دسته بندی کرده باشه بدانه اگه غیر مهم ها زیاد به زندگی ما لطمه اینه میزنه و قابل جبران در روزهای آینده و هیچ وقت استرس این رو نداشته باشه ما در طول روز بسیاری از کارهای خودم نرسیدم پس میایم از استراحت خودم کم میکنم چند کار رو هم زبان انجام میدم و باعث آسیب های روانی به خودمون میشه بله. چون اگه یک بیماری باشه خدای نکرده بسیار از کارهای دیگه انسان باز, باز میمانه خب ما هنوز هم صحبت داریم در رابطه با این موضوعات در رابطه با موضوع مدیریت زمان و تکنیک های او گفتگوی زیادی خواهیم داشت در هفته های دیگه پس حتما یک مدیریت زمان انجام بتین و تایم برنامه را در نظر داشته باشین و بیننده برنامه باشین سپاسگزار هستیم از خانم حسنزاده عزیز جان سپاس از حضور شما و همه شما بیننده عزیزی که تا این لحظه ما را همراهی کردین موفق و پیروز باشیم. اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجه